بسم الله الرحمن الرحیم. خانم‌ها آقایون سلام، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم به امروز جمعه، یک کارگاه انگیزشی دیگه. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم. امیدوارم که بتونیم در ورای کلمات و جملاتی که امروز از قلبمون برمیاد تا بر قلبتون بشینه، آرامش و امید رو به شما هدیه بدیم. فارغ از همه قیل و قال‌های این روزها، فارغ از همه هوار زدن‌های از سر دادن انگیزه، فارغ از همه این موارد، دلم میخواد در حد چند خط صحبت منطقی با هم داشته باشیم، صحبتی که بتونه اگر امید و آرامشی رو در شما به وجود میاره، امید و آرامش واقعی باشه. دوست ندارم صدام رو ببرم بالا تا در ورای این صدای بلند شما رو تهییج بکنم به این که باید یه سری اتفاق رو در زندگیتون رقم بزنید، باید به رؤیاهاتون یک لباس جدیدی بپوشونید. نه، اصلا دوست ندارم این مفاهیم رو با بالا بردن صدام به شما تلقین بکنم. دوست دارم اگر جایی انقدر خودم هیجان زده میشم که ناخودآگاه صدام بالا میره، دوست دارم حس بکنید که از سر صمیمیت و از سر صداقت این اتفاق افتاده. دوست دارم صادقانه بودنش رو حس بکنید. دوست ندارم که فکر بکنید یک سری صحبت‌هایی رو از روی نوت آماده کردم تا کلاس امروز رو مدیریت بکنم. نه، مثل همیشه با دلم دارم برای شما در این کارگاه صحبت می‌کنم و امیدوارم هستم که بر دلتون بشینه و قبل و بعد این کلاس براتون یکسان نباشه. مثل همیشه آرزوی قلبی، به امید خدا واژه‌هایی که در این کلاس به کار برده میشه بتونه در تقویم زندگی شما مبدعی بشه که بر مبنای اون مبدع روزنگاری موفقیت شما آغاز بشه. به امید خدا امروز مبدعی باشه برای هجرت شما از من امروزتون به خود آرمانیتون، از واقعیت امروزتون به اون حقیقتی که باید بهش دست پیدا بکنید، به اون موفقیتی که باید با رسیدن بهش خیلی چیزها رو اول به خودتون و بعد به دیگران اثبات بکنید، به اون مقصدی که با فتحش باید طلابت خودتون رو به رخ دیگرون بکشید. رفقای نازنینم، به امروز و این کارگاه انگیزشی من خیلی خوش آمدید. سلام 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 سلام. بیاین سراغ چتروم ببینم، بیاین 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 یه سلامی با همدیگه بکنیم، یه شروع قدرتمندی با همدیگه داشته باشیم. این روزها دیگه دارم عادت میکنم به حضور خارق العاده شما، دارم عادت میکنم به اینکه همیشه هستید و همیشه پرشور و سرشار از شعور حضور دارید. دیگه این روزا خیلی دیگه دارم عادت میکنم به حضورتون و راستش یه خورده اصلا نگران خودم برای بعد کنکورم، چون این میزان از شور و هیجان و علاقه و محبت شاید خیلی به وجود اومدنش روتین نباشه، شاید از اون شانسایی باشه که یک بار فقط برای هر فردی اتفاق میفته اگر اون آدم خوش شانس باشه. شاید جزو اون دسته اتفاقهایی باشه که برای 99% آدم‌ها اتفاق اصلا نمیفته. لذا
خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم، خوشحالم به داشتن این خانواده، خوشحالم به وجود این ارتباط، اما ناراحتم از اینکه نکنه تموم بشه، که البته زندگی همینه. خب بگید حالتون چطوره، یه خورده با هم گپ بزنیم، یه خورده منو باخبر بکنید از حال و احوالتون، بگید ببینم هر کی راجع به هر چی دوست داره برام بنویسه، اینکه آزمون امروز چطور بود، اینکه حال و احوالتون چطوره، اینکه لول انرژی و لول امیدتون در چه حدیه، برام بنویسید لطفا. چه خبراست؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. دارم میخونم، دارم دونه به دونه پیام هاتون رو میخونم. سکوت کردم. هزار مرتبه خدا رو شکر. کلیت رو که دارم میخونم دستم اومد که امروز راجب چه مواردی باهاتون صحبت بکنم. حالا یه سری مواردی که خودم پس ذهن داشتم راجب سی پلاس در ارتباط با امتحانهای نهایی، در ارتباط با تقابل سی پلاس و نهایی. آره یه سری بحثاییه که پله پله با همدیگه میخواییم ببریم جلو و انجام بدیم. خب بیایم مثل همیشه تخته مشاوره‌مون رو با همدیگه داشته باشیم، چون ما مشاوره رو کلاس میدونیم واقعا که نیاز به یک جزوه داره و این خیلی برامون اهمیت داره که نگاه منطقی بهش بشه و فکر نکنیم که فقط یک سری صحبت باید بکنیم. اولین نکته که دلم میخواد امروز با تون راجع به صحبت بکنم بحث آزمون تراپیمون هستش، که در طرحی به نام سی پلاس مطرحش کردیم. اولا که هزار مرتبه خدا رو شکر میکنیم به واسطه این که الان که داریم با هم دیگه گپ میزنیم، ما یک جمعیت پنج رقمی رو در کنار خودمون داریم و این خیلی اتفاق ویژه‌ایه، خیلی اتفاق ویژه‌ایه. اینکه یک خانواده ای اعضاش پنج رقمی شده باشه، من فکر میکنم که خیلی اتفاق عجیبیه. امروز که داریم با هم دیگه گپ میزنیم، تعداد اعضای خانواده خوشبخت که در طرح سی پلاس شرکت کردن، در طرح رایگان سی پلاس شرکت کردن، عدد 10,000 رو رد کرده و این یک اتفاق ویژه و یک افتخار فاخر برای من هستش. اولا که به واسطه حضورتون خدا رو شکر میکنم. من تا نکته خدمتون عرض بکنم. یک، سوالات رایج. آقا ما تا الان سی پلاس رو شرکت نکردیم، آزمون تراپیا رو انجام ندادیم، دفتر سی پلاس، دفتر تریاجمون نمیدونیم چیه، اصلا نمیدونیم این مفهوم چیه، چون برای اولین باره که این مفهوم در کنکور مطرح شده. از امروز به بعد میتونیم در این طرح شرکت بکنیم؟ بله. یعنی سی پلاس که یک اتفاق آموزشی بکر هستش برای 50 روز پایانی تا کنکور، که ترکیبی از یک سری رویدادهای مشاوره‌ای و یک سری رویدادهای آموزشی هست،
شما میتونید هنوز هم در اون شرکت بکنید. فقط اینکه قرار در سی پلاس چه اتفاقی بیفته، توی آخرین ویدیویی که از من در آپارات هستش در چنل کلاسینو، اونجا برید و کامل 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 ببینید که قراره در دفتر تریاج چه اتفاقی بیفته، قراره که در طرح سی پلاس چه اتفاقی بیفته، آزمون تراپی ها به چه صورتی هستش. چون میدونم که در جریان آزمون تراپی قرار گرفتید و حال خوبی که بقیه بچه ها دارن منتقل میکنن که آقا افزایش درصد داشتیم، تراز علمیمون داره بیشتر میشه در دفترچه عمومی، تا به امروز مثلا فلان درس زیر 20 درصد میزدیم، الان درصدمون رسیده به 40%. یعنی این پالسای مثبت رو دارید میگیرید و براتون سوال به وجود اومده که در آزمون تراپی چه اتفاقی میفته، در دفتر تریاج قراره چه اتفاقی بیفته. چون تکرار میکنم، دفتر تریاج اولین باره که ایدهش در کنکور مطرح میشه و حالا براتون اصلا تعریف میکنم یه جایی یه روزی که چی شد این ایده به ذهن من رسید. لذا حتما 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 رفقایی که در طرح سی پلاس هنوز شرکت نکردن شرکت کنن و بدونن که زمان هست. بلافاصله بعد از کلاس من هم لینک چنل سی پلاس رو براتون استوری میکنم و هم لینک ویدیوی آپارات در موضوع دفتر تریاج رو براتون استوری میکنم که بدونید که چجوری باید به این جمع 5 رقمی اضافه بشید. نکته دوم این که بچه‌هایی که اضافه شدن، بچه‌هایی که از روز اول بودن و این وسط ها مثلا یه آزمون، دو آزمون، سه آزمون رو از دست دادن، چه بکنن؟ چون امروز در واقع 7th آزمون رو بچه‌ها باید نقد می‌کردن. حالا ممکنه خیلی از بچه‌ها همین امروز نتونستن آزمون رو نقد کنن به دلیل اینکه مثلا آزمون آزمایشی داشتن. اون بچه‌ها باید چیکار بکنن؟ در ادامه برنامه سی پلاس اگر دقت بفرمایید، یک روزهایی براتون آزمون قرار داده نشده. یعنی برنامه دهه اول سی پلاس در چنل قرار گرفت دیگه، در چنل تلگرامیمون، و یک سری روزهایی رو من آزمون قرار ندادم اونجا. در واقع اونها تایم ریکاوری آزمون تراپیامون هستش. یعنی بچه هایی که به هر عنوانی تا به امروز یه دونه دو تا سه تا آزمون جا موندن، از اون تایما استفاده بکنن برای در واقع جبران عقب ماندگی خودش. نکته سوم این که اگر تازه میخوایم شروع بکنیم، از برنامه مثلا فردای آزمون تراپی استارت بزنیم یا نه از روز اول شروع کنیم بیایم جلو. خب این خیلی سوال مهمیه. ببینید، چینش آزمون ها هدفمنده. اینکه کی مثلا داخل گذاشتیم، کی خارج رو گذاشتیم، کی رشته تجربی رو گذاشتیم، کی انسانی رو گذاشتیم، کی هنر رو گذاشتیم، کی زبان رو گذاشتیم، کی ریاضی رو گذاشتیم، اینا چینششون هوشمندانه بوده و هدفی توش وجود داشته. یعنی اینطوری نیستش که همینطوری آزمون ها رو به خط کرده باشیم، نه. از منظر درجه سختی و آسونی مدلی در کنار هم قرار گرفتن که اون اهدافی که ما برای آزمون تراپی در نظرمون بوده به صورت حد اکثری تأمین بشه. لذا وقتی میخواین آزمون تراپیاتون رو شروع بکنید، از اول شروع کنید بیاین جلو. این خیلی اتفاق مهمیه، یادتون باشه. این تمام توضیحاتی بودش که در ارتباط با آزمون تراپی، طرح سی پلاس و دفتر تریاج دلم میخواست بهتون بگم. تمام سوالات رایجی بودش که در این یک هفته از من داشتید. فقط بچه‌هایی که نیاز دارن این جمله رو بشنون، دفتر تریاج خیلی جمله مهمی، خیلی دقت کنید. دفتر تریاج یک ایده‌ایه بکر که برای اولین بار در کنکور مطرح شده. توصیه ما این هست که به روش دفتر تریاج تحلیل آزمون هاتون رو انجام بدید. چرا؟ چون افزایش درصد و افزایش تراز علمیتون رو به صورت حد اکثری براتون محقق میکنه. یعنی اگر خودتون مشغول نقد آزمون هستید، حالا چه آزمون های عمومی، چه آزمون های تخصصی، چه آزمون های آزمایشی، ایده دفتر تریاج رو در بحث نقد آزمون و تحلیل آزمونتون حتما پیاده بکنید. تحلیل آزمون خب ایده ای نیستش که مخصوص من باشه، نه،
نزد همه مشاورهای محترم مشترکه. دفتر تریاج ایده اختصاصی ما هست. اون نوآوری خانواده خوشبخت برای تحلیل آزمونهای آزمایشیه. حتما به روش دفتر تریاج این کار رو انجام بدید. حتما. خیلی خوب. این اولین نکته ای بودش که دغدغه خیلیاتون بود که امیدوارم پاسخ داده باشم. دومین موضوعی که میخواییم با هم دیگه گپ بزنیم در باب امتحانهای نهایی هست و در باب خب بیشتر این سوال علی‌الظاهر سوال بچه های سال دوازدهمیه، اما من میخوام بگم که اتفاقا برای بچه های پشت رویایی هم به شدت اتفاق مهمیه. یه خوری بیاییم راجع به این با هم دیگه گپ بزنیم. فقط من در ارتباط با مبحث قبلی اینم بگم دیگه، اینم خیلی مهمه. توی بحث آزمون تراپیمون ما فعلا با دفترچه های عمومی شروع کردیم، در ادامه دفترچه های اختصاصی و آزمون های آزمایشی مجاز رو هم به چرخه سی پلاس و آزمون تراپی و دفتر تریاجمون اضافه خواهیم کرد. لذا بچه هایی که با اون برنامه راهبردی من جلو میان فعلا لازم نیست که غیر از دفترچه های عمومی چیز دیگه ای رو نقد بکنن، فعلا لزومی نیست. به وقتش مثل دفترچه عمومی هوشمندانه و با یک چینش منطقی دفترچه های اختصاصی هم شروع خواهد شد. خب بریم سراغ بحث امتحان نهاییمون. بحث مهمیه. ببینید بچه ها، دوره زمانی امتحان های نهایی دوره ای هستش که هم میتونه تهدید باشه هم میتونه فرصت باشه. تهدید که اون چرخه منظم مطالعاتی شما رو از بین ببره و خدای نکرده موفقیتتون در کنکور تیر ماه رو تحت شعاع قرار بده. فرصت که میتونه یک چهارچوب زمانی باشه برای اینکه اتفاقا شما کمکاری های گذشته رو جبران بکنید. لذا ایده دفتر تریاج به زعم ما در کنار برگزاری امتحانهای نهایی، ترکیب این دو با همدیگه میتونه فرصت رتبه آوری رو در شما به حد اکثر برسونه. یعنی دو مورد اولی که راجع بهش دارم خدمتون صحبت میکنم. خب امتحان نهایی یک برنامه‌ای داره که ما باید قائل به اون برنامه باشیم و بریم جلو. برای بچه های مشاوره TNT خب یک پیامی برای همشون من فرستادم، بهشون گفتم که ما یک طرحی داریم به نام امتحان نهایی تور، به نام نهایی تور، که در اون میایم یک برنامه ای رو برای تمرکز روی امتحانهای نهایی سال دوازدهم میبریم جلو برای بچه سال دوازدهم. اما یه چیزی رو بدونید همتون، چه بچه هایی که برنامه شون به قلم من هست، چه بقیه بچه ها، چه بچه های مشاوره TNT، چه همه اعضای خانواده خوشبخت، این رو بدونید که نباید در موعد امتحانهای نهایی فقط به اون کتاب نهایی که داریم امتحان میدیم بسنده بکنیم. اگر این کار رو انجام بدیم قطعا این تایم 20 و اندی روزه تهدیدی برای ما خواهد بود. دقت بفرمایید. پس خرداد ماه که به نام امتحان‌های نهایی هستش نباید فقط به کام کتب سال دوازدهم باشه و ما باید با یک برنامه راهبردی درست علاوه بر این که دروس سال دوازدهمی رو برای امتحان‌های نهایی جمع می‌کنیم، علاوه بر اون پایه رو هم در حد خودش در برنامه‌مون بگنجونیم. این یک سیاست درسته. پس خرداد فقط زمان جمع‌بندی دروس سال دوازدهم نیست که اگر این باشه موفقیتمون در کنکور تحت شعاع قرار میگیره.
خرداد، زمانی که باید اولویتمون دروس سال دوازدهم باشه، اما در کنارش از دروس پایه هم غافل نشیم. حالا اینکه این چه جوری اتفاق میفته اون دیگه به قلم اون مشاوری هستش که برای شما قرار برنامه بنویسه. متوجه عرضم میشین؟ یعنی اینکه دوازدهم و پایه چجوری در کنار هم جا خوش بکنن که نه پایه به دوازدهم آسیب برسونه نه دوازدهم به پایه آسیب برسونه، اون دیگه میشه برنامه نوشتن. ولی سیاست کلی یادتون باشه در بحث امتحانهای نهایی برای بچه های سال دوازدهمی استراتژی درست این هستش که اولویت به کتب سال دوازدهم اختصاص پیدا بکنه، اما در کنارش بحث فرعی ما دروس پایه هم باشه. تقریبا بذارید راجع به یه فکتی باهاتون صحبت بکنم. اگر دروس پایه در ایام خرداد ازشون غفلت بشه، تقریبا شانس موفقیت تا میزان قابل توجهی کم میشه. شانس موفقیت تا میزان قابل توجهی کم میشه. لذا توصیه‌ای که ما داریم این هستش که خیلی خوب این دوتا در کنار هم در برنامه‌تون جا خوش کنه. اما برای بچه های پشت رویایی، خب علی ظاهر بچه های پشت رویایی دغدغه این چنینی ندارن چون امتحان نهایی ندارن، لذا برنامه روتینشون رو پیش میبرن. بله، اما من میخوام راجع به یک استایل مشاوره‌ای باهاتون صحبت بکنم. اون همین که بچه های سال دوازده، بچه های پشت رویایی اگر بتونن بر مبنای همون امتحان های نهایی دروس سال دوازدهم رو در خرداد جمع جور کنن، حالا در کنارش پایه، اتفاق مثبتی براشون میافته. در نظام مشاوره‌ای من این مدلی تعریف میشه که خرداد چه دانش آموز پشت رویایی هستید و چه دانش آموز سال دوازدهمی هستید، اون اتفاق ویژه این هست که شما دروس سال دوازدهم رو اولویت قرار بدید. حالا چجوری؟ اینجا رو بچه های پشت رویایی من گوش بدن. دقیقا طبق برنامه آزمون های نهایی برید جلو. یعنی مثلا اگر فلان تایم امتحان دین و زندگی هست، شما فکر کنید امتحان دین و زندگیه، ولی به جای اینکه تو اون تایم از خودتون امتحان تشریح بگیرید، به جاش از خودتون امتحان تستی بگیرید. یعنی خودتون رو ملزم بدونید که برای یک خرداد ساعت 8 صبح آماده دینی سال دوازدهم باشید، ولی به جای یک امتحان تشریحی از خودتون یک امتحان تستی بگیرید. ها؟ برای همین یه سورپرایز خوشگل براتون، یه سورپرایز خیلی زیبا براتون، یه سورپرایز خیلی درست حسابی و باحال براتون دارم، انقدری که خودم قند تو دلم آب میشه، چون میدونم چقدر مؤثره، چون میدونم چقدر مؤثره. یک سورپرایزی براتون دارم به نام آزمون پلاس. این داستان آزمون پلاس چیه؟ به 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 به، برای هر درسی دقیقاً به موازات برگزاری امتحان نهایی همون درس، به تعداد سوالات کنکور اون درس، من یه آزمون جامع در کانال سی پلاس میخوام براتون بذارم. یعنی مثلا برای دین و زندگی علاوه بر امتحان تشریحی که بچه های سال دوازدهمی دارن، چه برای بچه های دوازدهمی چه برای بچه های پشت رویایی، یه 25 تا سوال دین و زندگی شبیه ساز کنکور در کانال تلگرامی سی پلاس میخوام بذارم. همین اتفاق برای فیزیک و شیمی و زیست و ریاضی و فلسفه و منطق و حالا منطق یه نه فلسفه و جامعه و تاریخ و جغرافیا و گسسته و همه درس‌ها.
همه ی درس ها. یعنی شما علاوه بر اینکه آزمون تشریحی میدید بچه های دوازدهم، همه ی بچه های خانواده خوشبخت یه آزمون تستی هم میدن دقیقاً به موازات آزمون تشریحی. یعنی دقیقاً در همون ساعت و ثانیه‌ای که آزمون تشریحی قرار برگزار بشه، همون موقع کانال چک کنید، آزمون تستی هم برگزار میشه و این معتبر میکنه درس خوندن شما رو. این به قول معروف یه ساین دیگه است دیگه، یه امضای دیگه است، یه دونه امضای دیگه است پای برنامه مطالعاتی بچه های خانواده خوشبخت. یه امضای دیگه است که هر کی نگاه کنه میگه اه دوباره یه خبراییه. ها این داستان آزمون پلاس خیلی خوشگله، محدود، جذاب و تأثیرگذار. یعنی سوال با پاسخ تشریحیش، حال خوب، انرژی مثبت، به 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 به. خلاصه کلام، پس دقت بفرمایید توی بحث امتحان نهایی چه بچه های پشت رؤیایی و چه بچه های سال دوازدهمی، به نظر ما اولویتشون کتب سال دوازدهم باشه و در کنارش به دروس پایه بپردازن، اما هر دو گروه بحث آزمون پلاس رو جدی بگیرن. این تا اینجا. اینم بحثی بودش که در باب امتحان نهایی باهاتون داشتم که امیدوارم ابهام رو برای شما از بین برده باشه. خب بریم سراغ سومین موضوع امروزمون، سومین بحثی که این روزها خیلی ذهنتون رو درگیر کرده. سوال: آقا ما اگر تا به امروز مباحثمون از هر کتاب درسی نتونستیم تمام بخونیم، نتونستیم تمام جمع بکنیم، یعنی نتونستیم همه مباحث همه کتاب‌های بودجه بندی کنکورمون رو ببندیم، الان چه کنیم؟ زمان بذاریم برای اینکه یک بار همه رو بخونیم یا با یک حذف هوشمندانه بر یک سری مطالب خاص تمرکز بکنیم و فقط همونها رو ببریم جلو؟ چه کنیم؟ سومین سوالی که میبینم این روزها، حالا چه در فضای اینستاگرام چه در فضای به قول معروف خط مستقیم کاری من، چه بچه های مشاوره TNT به خانواده خوشبخت زیاد میپرسن در ارتباط با حذف هوشمندانه دروس، که آیا این اتفاق مثبتی هست یا نه. این رفقا یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، برای کنکوری اون چیزی که مهمتر از این هستش که چیا رو نخونده، مهمترش اینه که چیا رو خونده. برای یک داوطلب کنکور مهمتر از مباحث خوانده نشده، کیفیت مطالعاتی مباحث خوانده شده است. اینکه چیا رو نخوندید مهم نیست، اینکه اونایی که خوندید رو چجوری خوندید مهمه. این خیلی اتفاق مهمیه رفقا. شما حتی رتبه یک کنکور رو هم نمیبینید، حتی رتبه یک کنکور رو هم نمیبینید رفقا که همه یه درس ها رو صد بزنه، اصلا امکان نداره. حتی رتبه یک کنکور رو هم نمیبینید که همه یه درس ها رو صد بزنه. ممکنه اصلا ممکنه هیچی صد نزنه. دقیقا مثلا حسین سال آسه، آره اصلا ساله اینطوری بهت بگم، ساله 85 رتبه یک کنکور انسانی 5 تا صد داشت، سال 87 یه دونه صد داشت. یعنی رتبه یک کنکور 87 اگر میرفت درصدش رو تخمین میزد با 85،
شاید مثلا رتبهش میشد 700. یعنی اصلا قرار نیستش که همه داوطلبا هر سال اون رتبه تک رقمی ها حتی یک سری صد مشخص داشته باشن، نه. پس معنی این حرف اینه که حتی رتبه های تک رقمی که ما قطعا در جمعمون در بین اعضای خانواده خوشبخت خواهیم داشت، حتی رتبه های تک رقمی هم یک سری مباحثی هستش که نخوندن یا مسلط نیستن یا به هر دلیلی رهاش کردن. و این واقعیت کنکوره. قرار نیست یک کسی روی همه مباحث بتونه مسلط بشه. مثلا من خودم مثلا چه درسی براتون مثال بزنم؟ درس ریاضی به شدت از سوالات احتمال بیزار بودم. یکی دیگه اصلا میومد میگفتش که آقا چقدر ساده است، تو چطور نمیتونی؟ آقا من اینطوری بودم دیگه، اصلا خب نمیشه، بعضی موقع نمیشه دیگه، بعضی موقع جفت و جور نمیشه، بعضی موقع ها سن تو با یک مبحثی ارتباط منطقی برقرار نمی کنی. نه اینکه اون مبحث سخته یا ساده است یا تو گیرایی چقدره، نه اصلا اینا نه. من با اون مبحث ارتباط نمی گرفتم. خیلی خوب می دونستم در کنکور من دو تا سوال ازش علی الظاهر خواهد اومد. رهاش کردم. در نهایت هم اگر اشتباه نکنم خدای نکرده حق الناس نشه، ولی فکر کنم ریاضیم رو در کنکور 73 زدم و این اتفاق ویژه‌ایه. یعنی با وجود اینکه یک مبحثی رو رها کردم ولی ریاضیم رو درصدی به شدت بالایی زدم. همون روز متوجه شدم که اگر یک روزی در قامت یک مشاور اومدم با دانش آموزهام، با رفقام، با اعضای خانوادم گفتمانی رو برقرار کردم، بهشون بگم که آقا مهمتر از مباحث خوانده نشده کیفیت مطالعاتی مباحث خوانده شده است. مهمتر از این که چه مبحثی رو نخوندیم اینه که اونی که خوندیم رو چطور خوندیم. دانش آموز مدام به ما میگه که مثلا حالا هر کی با یک پاشنه آشیلی به ما مثلا میگه که آقا من کلوز زبان رو نمیدونم چیکار باید بکنم، اصلا زبانم خیلی ضعیفه، نمیتونم از پس متن بر بیام. میگم خیلی خوب باشه، قرار نیست همه روی همه امور مسلط باشن. گرامرت چطوره؟ وکبت چطوره؟ همونا اوکی؟ خیلی خوب، اونو تا اونجا نگردار، روی اونا سرمایه گذاری کن، آزمون تراپی تو انجام بده، دفترچه لغت که حالا در ادامه بهمون اضافه میشه رو درست ببر جلو، همه اینا درست، همه اینا باحال. حالا به جای اون تستایی که قرار نزنی بیا با بازی ضرایب روی دروس دیگه تمرکز کن. مثلا تو از پس متنهای زبان فکر میکنی بر نمیای؟ خیلی خوب، بگو ببینم متن عربی چطوره، اینو جایگزین اون کن. آره حتما. نقطه قوت تموم شد رفت. آفرین. حسین جمله خوشگلی میگه، میگه شناسایی نقاط ضعف خودش نقطه قوته. آره دقیقا، آفرین. یعنی چی؟ یعنی همون خودشناسی هست دیگه. میگن آدما زمانی میتونن در یک عرصه موفق بشن که به خودشناسی برسن. ها؟ خودشناسی یعنی چی؟ یعنی آدم دایره توانمندی هاش رو بشناسه، دایره محدودیت هاش رو هم بشناسه. با تلفیق این دوتا با همدیگه به یک خودشناسی برسه، به یک درک درستی از خودش برسه، بر مبنای اون عملیات رو انجام بده، بر مبنای اون مسیر رو طی بکنه. می‌بینید؟ موفقیت سهم آدم‌هایی نیستش که پرفکتن. موفقیت سهم آدم‌هاییه که یک توانمندی‌های معقول دارن ولی به محدودیت‌های خودشون واقفن. نه؟ موفقیت سهم کسی نیستش که همه چی تمومه. اتفاقاً کسایی که همه چی تمومه، همه چی تمومن، اتفاقاً تجربه نشون داده که نمیدونم چرا، ولی به هر دلیلی عموماً شاید در زندگی به اون اتفاقهای ویژه نرسن. چرا؟ چون ما اصلاً آدم همه چی تموم نداریم. کسی که فکر میکنه همه چی تمومه قطعاً یه جایی گرفتار توهم شده. فکر میکنه دقیقاً. یعنی اصلاً آدم همه چی تموم وجود نداره. این خیلی اتفاق ویژه‌ایه ها، این خیلی اصلا این خیلی مبحث تئولوژی مهمیه، مبحث دینی مهمیه که شما بدونی همه آدم ها با یک درجه ای از توانمندی و محدودیت به دنیا اومدن. این خیلی اتفاق مهمیه. یعنی شما بیایی رصد بکنی یک کسی و ممکنه بگی اه مثلا فلانی عجب مثلا سروی، مثلا قیامت قامت و قامت قیامت قیامت میکند این قد و قامت،
یه نگاش بکنی بگی ای مثلا این چقدر خوشندامه، چقدر خوشقد و قامته، دلت بخواد در اون زمینه مثلا جای اون باشی، ولی یه خورده بیشتر رصدش میکنی میگه ای تو فلان جنبه زندگیش چقدر محدوده، مثلا چه روابط اجتماعی پایینی داره. حالا برعکس قضیه، اون به تو نگاه میکنه میگه ای چه روابط اجتماعی خوبی داره، چقدر خوش صحبته، خوش گفتاره، دلش میخواد جای تو باشه. مثلا میشه خودش میگه ای مثلا من فلان ویژگی دارم اون نداره ها. یه در واقع داستان چینیه، یک داستان به قول معروف نماده، یک داستان تمثیلیه که میگه که آدم ها وقتی میمیرن و میرن تو اون دنیا این اجازه بهشون داده میشه که تمام مشکلات خودشونو بردارن بذارن رو شاخه یک درختی، برن مثلا در یه جایی شبیه بهشت، مثلا هر کاری دلشون میخواد بکنن، حال خوب، انرژی مثبت، آرامش، برگردن از هر شاخه‌ای که دلشون میخواد یه سری مشکل رو بردارن، دوباره برگردن تو دنیا. یعنی مثلا من فکر کن تمام مشکلاتم رو درآورده بودم، انداخته بودم رو شاخه الف، این قدرت رو دارم که وقتی برگشتم دوباره میخوام برگردم به دنیا، مثلا شاخه های درخت جیم رو بردارم، مثال شاخه های آقای اینفه رو دیگه بر ندارم، مثلا شاخه های آقای میمواب رو بردارم. میگن همه ی آدم ها وقتی برمیگردن و میخوان دوباره وارد دنیا بشن، امکان نداره که غیر از مشکلات خودشون مشکلات دیگری رو بردارن و برگردن به دنیا. امکان نداره این اتفاق بیفته. چرا؟ چون هر مشکل، یعنی هر پک از مشکلات و چالش هایی که خدا برای هر آدمی قرار داده، دقیقا متناسب با آستانه تحمل اون آدمه. امکان نداره تو بتونی مشکلاتی که بر دوش منه رو تحمل کنی، و متقابلا امکان نداره من بتونم مشکلاتی که بر دوش تو هستش رو تحمل بکنم. امکان نداره. چرا؟ چون میگن هر آدمی مشکلاتش هم حتی شخصی سازی شده برای خودشه. هان میگن یا مشکلاتی که خدا سر راه ما قرار میده، چالش هایی که خدا سر راه ما قرار میده، یا قابل حلن یا قابل تحملن، و امکان نداره خدا چالشی رو در مسیر من قرار بده که نه حل بتونم بکنمش نه تعامل بتونم بکنمش. امکان نداره. ولی این وقتی تو میخوای خودت رو با مشکلات من بررسی بکنی، این برای تو دیگه نیست. هرکی اون فریمی که از چالش‌های خودش براش وجود داره. این زیباست، این نشان از حکمت خداست. میگن گر نگهبان من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، یکی از مصادیقش همینه. یکی از مصادیقش اینه که خدا حتی در بی بسم الله چالش هایی که بر سر راه ما قرار میده، که اما شاکرن باشیم اما کفورن باشیم، چالش هایی که بر سر راه ما قرار میده که ببینیم اونها رو تهدید میکنیم یا اونها رو فرصت، حتی اونها هم متناسب با توانمندی هایی که در وجود ما قرار داده هستش. برگردیم به صحبتی که حسین گفت، اینکه شما نقاط ضعفت رو بشناسی خودش میشه نقطه قوتت، اینکه دایره محدودیت ها رو بشناسیش خودش میشه یکی از توانمندی هات. برگردیم به بحث کنکوریمون. لذا چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که شما باید بدونید حتی رتبه یک کنکور هم همه درساشو صد نمیزنه. پس نیاز نیست که شما روی همه دروس، همه مباحث، همه ریز مبحث ها مسلط بشید. پس در کلیات قضیه من موافقم با حذف هوشمندانه مطالب، من موافقم، ولی با حذف مطالب موافق نیستم، با حذف هوشمندانه مطالب موافق. یعنی صفت حذف، این صفت خیلی مهمه، هوشمندانه، حذف هوشمندانه مطالب، با اون موافقم. خب چه زمانی هوشمندانه خواهد بود؟ زمانی که یک، انتخابش با خودتون باشه، دو، چک کردنش با استادتون باشه، استاد مربوطه در اون درس، سه، دبل چکش با مشاورتون. یعنی ما یک سگام رو برای این در نظر میگیریم،
گام اول، خودت بسته به شرایط خودت، بسته به حال و هوای خودت، ببینی کدوم مطالب رو حالت باهاشون خوب نیست. اون به قول معروف فازت باهاش جفت و جور نیست. مثلا من گفتم دیگه، من مثلا توی ریاضی عاشق ریاضی بودم و هستم، دیوانه ریاضی هم، چون جنسش جنس منطقه دیگه، دیوانه ریاضی هم، ولی اصلا ارتباط نمی گرفتم دیگه، با مبحث احتمال ارتباط نمی گرفتم. اینکه تاسو بندازی بالا چند، مثلا چند درصد احتمال داره اینطوری باشه، اصلا مودم مودش نبود به هر دلیل، نمیدونم اصلا چرا. پس اول من باید انتخاب بکنم به عنوان دانش آموز که چه مبحثی رو نمیخوام. نگفتم نمیتونم ها، چون نمیتونم معنی نداره، نمیخوام. آقا نمیخوام. استادم باید یه چک به من بده که آقا مثلا این مبحثی که تو میخوای حذفش بکنی خودش یا 6 تا تست تو کنکور داره، با چی میخوای پرش بکنی؟ قبلا هم گفتم مدرس در یک درس عالی جناب اون درسه، مشاور لیدر یک دانش آموزه که بهش کمک کنه چجوری از محضر اون استاد بهره بیشتری ببره. مشاور هیچ وقت نمیتونه در قامت یک معلم به دانش آموز خدمت بکنه. و این رو من متوجه میشم. چرا؟ چون هم در قامت معلم افتخار فعالیت دارم، هم در قامت یک مشاور. من وقتی خودم رو در جایگاه یک معلم تصور میکنم، واقعا دوست ندارم راجع به درس من یک مشاوری بیاد اظهار نظر بکنن. چرا؟ چون من پی این درس رو به تنم مالیدم، چون من که 12 ساله دارم درس میدم، چون منم که ریزه کاریاشو میدونم، حال و هوای بچه هامو میدونم. و از اون بر در لباس یک مشاور این وظیفه رو اسم میکنم که من باید لیدر باشم، باید راهبر باشم. که این مرحله بی همراهی خضر مکن، من اون خضره باید باشم که به دانش آموزم کمک کنم که در راه احساس تنهایی نکنه، که به اون دستور عملهایی که معلم بهش میگه بتونه جامعه عمل بپوشونه. متوجه عرضم میشید؟ پس چک کردن با استاده. من هر کدوم از بچه های TNT هم که بهم میگن که آقا مثلا کدوم مپس، میگم خودت بنویس با استادت هماهنگشو، من دبل چک کنم. دبل چک بر دوش یک مشاوره، بله، که بسته به فضای کلی اون برنامه، بسته به چارچوب مطالعاتی اون داوطلب بیاد بگه خیلی خوب این مبحث خوبیه برای حذف کردن، ولی حالا بگو ببینم به جاش میخوای چی رو بخونی. حالا اوکی، اگر دلت میخواد متن زبان رو حذف بکنی با ضریب 2، مثلا این 5 تا تست، یعنی 10 تا تست با ضریب 1، یعنی تقریبا 2.5 تا تست ادبیات، پس 3 تا تست ادبیات ازت میخوام، بودو ببینم روی لغت و املا مسلط شو، یعنی با لغت و املا اونور بیام یه متن زبان اینور رو ریکاوریش کنم. این میشه وظیفه من مشاور. پس حذف هوشمندانه معنیش اینه رفقای نازنینم، حواستون باشه که اتفاق دیگه‌ای رو رقم نزنید. خیلی خوب، اینم سومین سوال پرکاربردی بود که در 2 هفته گذشته رفقا از ما پرسیدن. اما سوال چهارم مخصوص این 2 هفته نبوده. سوال چهارم در واقع دغدغه همه این روزهایی بوده که در کنار بچه ها بودیم. سوالیه که الان وقتی میگم همه تون میگید که، یعنی همه تون به قول معروف یه خوده اینطوری نشستنتون رو صافتر میکنید و شخوتون میگید خب میخواد جواب این سوال چی بده. آیا هنوز فرصت هست؟ آیا هنوز فرصت هست؟ فرصت برای چی؟ برای رتبه آوردن؟ برای دانش آموزی که صفره؟ نه، فرصت نیست. فرصت برای چی؟ برای بهتر شدن در هر لول آموزشی که هستید؟ بله، فرصت هست. علل قاعده اگر تا به امروز عملکرد مثبتی در دروستون نداشتید، نمیتونید
به رشته های تاپ در دانشگاه های تاپ امیدوار باشید. این واقعیته. معلومه که نمیدونید. این یه واقعیته. اما اگر به فکر بهتر شدن هستید، اگر به فکر رشدید، اگر به فکر عبور از نقطه الف و رسیدن به نقطه ب هستید، قطعا زمان زمان ایدالیه. چرا ایداله؟ چرا مثل همیشه نگفتید زمان زمان کافیه؟ چرا گفتید زمان زمان ایدالیه؟ سهوان بود استفاده از این لغت یا عمدی گفتید؟ نه عمدی گفتم. عمدی گفتم. دیگه نگفتم فرصت کافیه، گفتم فرصت ایدئالیه. چرا گفتم ایدئال؟ به دلیل نزدیکی تا کنگو. هر آنچه که الان بخونیم در حافظمون نقش میبنده و در کنکور فرایند یاد آوریش سریعتر و بهتر اتفاق میفته. لذا این خیلی مهمه که بدونیم درسی که امروز میخونیم یاد آوریش در کنکور تیر ماه با درسی که 3 ماه قبل خوندیم یاد آوریش در کنکور تیر ماه متفاوت خواهد بود. این خیلی مهمه. درسی که امروز میخونید خیلی بیشتر سهمی ازش در حافظتون هست. افلاطون حافظه رو تشبیه میکنه به یک قفس که در اون یک پرندهی وجود داره، حضور داره. اگر زمان زیاد بگذره علل قاعده اون پرندهی که درون اون قفس هست ممکنه بمیره یا ممکنه پرواز کنه و بره. پس هر چقدر که زمان بیشتر میگذره علل قاعده فضای مشاوره ما عملکرد ضعیفتری داره. لذا این خیلی مهمه که زمان رو مقوله جدی در فرایند یاد آوری خودمون بدونی. این خیلی اهمیت داره رفقای نازن. خیلی. این خیلی اهمیت داره که بدونیم الان زمان برای بهتر شدن ایدئاله. شاید زمان برای بهترین شدن وجود نداشته باشه، ولی زمان برای بهتر شدن ایدئاله. رفقا، فرق بین هیچ جا قبول نشدن و یک جای متوسط قبول شدن. فرق بین یک جای متوسط قبول شدن و یک جای خوب قبول شدن. رفقا، فرق بین یک جای خوب قبول شدن و یک جای عالی قبول شدن. فرق. هر آنچه که هستید ایام باقی مانده میتونه از شما ورژن بهتری رو بسازه. خیلی فرقه. خیلی فرقه بین اونی که امروز هستیم و اونی که میتونیم با تلاش بهتر بشیم. خیلی فرقه. خیلی فرقه. تلاشتون رو بکنید که بهتر بشید، حتی اگر بهترین نشید. تلاشتون رو بکنید که بهتر بشید، حتی اگر میدونید که قرار نیست بهترین باشید. خیلی وقتا به هوای این که میدونیم بهترین نمیشیم، فرصت بهتر شدن رو هم از خودمون میگیریم. این خوب نیست. هوشمندانه نیست. منطقی نیست. رفتار کودکانه ایه. رفتار بالغانه ای نیست. خیلی وقتا چون میدونیم که قرار نیست دانشگاه های تهران قبول بشیم، پس میگیم اصلا قبول نشیم. این خوب نیست. من ایدئال طلبی رو میفهمم، من کمال طلبی رو میفهمم، من در پی بهترین بودن رو میفهمم، من اینکه آدم ها محدودیتی در رؤیاهاشون نمیتونن قائل بشن رو میفهمم، ولی اینکه چرا وقتی به هر دلیلی میبینن به 100 نمیتونن برسن، 80 و 70 و 60 رو هم از خودشون میگیرن، اینو نمیفهمم.
ما همیشه بچه‌ها میگیم چون که صد آمد 90 هم پیش ما. خودتون رو آماده کنید برای صد که در دلش 1 تا 99 رو هم داشته باشید. شاید مشکل از ما بود که هیچ وقت نگفتیم. حالا که صد نیامد حداقل یه کاری بکنیم که 70 برای ما بود. شاید اون بیت باید یک مصرع دومی هم میداشت که به دانش آموزمون میگفتیم که ایدئال طلبی خیلی خوبه ولی نباید مانع رسیدن به واقع گرایی بشه. شاید مشکل از من معلم بود که نگفتم و امروز من مشاور باید جورش رو بکشه. رفقا خیلی عالیه که بهترین بشیم ولی اگر قرار نیست که بهترین باشیم لاغر بهتر بشیم. خیلی خوبه که در رقابت با صدها هزار نفر رتبه 1 رقمی بیاریم ولی اگر قرار نیست لاغر در مقایسه با دیروز خودمون به رتبه بهتری بیاریم. نکنه یهو به هوای بهتری نشدن از بهتر شدن غافل بشیم. رفقا تمام تلاشتون رو بکنید که از آن چیزی که هستید بهتر بشید. و یه اتفاق ویژه‌ای داریم ها؟ یه اتفاق ویژه‌ایه. شما تصور بفرمایید فردا از امروز بهتر، پس فردا از فردا بهتر، پس اون فردا از پس فردا بهتر، سه‌شنبه از دوشنبه بهتر، چهارشنبه از سه‌شنبه بهتر، پنجشنبه از چهارشنبه بهتر، جمعه از پنجشنبه بهتر، هفته بعد از این هفته بهتر، هفته بعدش از هفته بعد بهتر و همین فرمون بره تا کنکور. ببین چقدر بهتر و بهتر و بهتر و بهتر. زیبانی اینکه قهرمان شما هفته بعد شنبه‌تون باشه و وقتی به اون شنبه رسید قهرمانتون هفته بعد شنبه باشه و وقتی به اونجا رسید قهرمانتون هفته بعد شنبه باشه. چقدر این شنبه‌ها شنبه‌های مثمر ثمری خواهد بود؟ چون شما در نهایت به قهرمانتون نمی‌رسید اما این مسیر هر روز داره شما رو در نگاه بقیه قهرمان و قهرمان‌تر می‌کنه. زیبا نیست؟ بیاین تا روز کنکور هر شنبه قهرمانمون بشیم. به دنبال قهرمانمون در شنبه بعد بگردیم. همین من ولی ورژن هفته بعدش. زیبا نیست؟ بیاین از اونی که هستیم بهتر بشیم. از اونی که باید قوی تر بشیم. از اونی که باید بهتر و بهتر و بهتر و بهتر بشیم. زیبا نیست؟ رفقا عزیزای دل من میگن ما ایم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف مایی. بیاین در این ایام باقی مونده نوامون نوای بینوایی باشه. بیاین در ایام باقی مونده صدامون صدای بی صدایی باشه. بیاین در ایام باقی مانده با یک سکوت قدرتمند صلابتمون رو به رخ رقبامون بکشیم. در سکوت تلاش کنیم، در سکوت بجنگیم، در خلوت خودمون بپاخیزیم و خودمون رو برای کنکور تیر ماه آماده بکنیم. به رسم همیشه سمون بک، به رسم همیشه سیاست نشنیدن صحبتهای غیر اصولی، ندیدن رفتارهای غیر حرفه‌ای باشه و بدونیم که میتونیم و بدونیم که باید بخوایم تا بتونیم. از خواستن تا برخواستن. امروز بخوایم از بعد از ظهر بپاخیزیم. من وجودیمون رو یک جوری بسازیم که بشه من آرمانی دیگران. در آینه قهرمانی از خودمون بسازیم که بشه قهرمان پشت پنجره دیگران. رفقا
به نام نامی فتاح در کنار هم پرقدرت تر از قبل جوری تلاش میکنیم که وصله ناجور در راه موفقیت دیگران بشیم. در این مسیر در کنار همیم. افتخار همراهیش برای من و رفقام. ما بازی رو تموم شده نمیدونیم. ما تا لحظه آخر می جنگیم. مثل جنگجویی که در میدان رشادت نائل به صفت شهادت میشه، اما اجازه نمیده که پیکرش بر روی زمین بیفته. ایستاده جون خودش رو فدا میکنه. تمام. به لطف یزدان در کنار هم مسیرمون رو ادامه میدیم. حوالی ساعت 5:30 در نمایشگاه کتاب میبینمتون و البته مسیر که ادامه داره. سورپرایز این هفتمون بود آزمون پلاس. بچه‌هایی که به هر دلیلی هنوز عضو سی پلاس نشدن، لینک کانال تلگرام رو براشون استوری میکنم. یا فتح.